سلام، خوش اومدید به قسمت چهارم. به قسمت چهارم از خونه تکونی و امروز تصمیم گرفتم که کلاها رو بذارم یا آخر این ویدیو یا یه روز دیگه و تنبلی رو بذارم کنار رو بریم سراغ این کمد از بیخ درستش بکنیم. ببین اینجا که وارد میشیم اینجا شلوارا و دامنه و شلوارکامه یه ردیف خالی کردم چون اونور یه دو قسمت برای شلوار دارم، اونا رو میخوام بیارم همه رو یکی کنم و اگر چیزی رو استفاده نمی کنم بدم بره، چون الکی دارم هی فقط نگه میدارم. خیلی هاشم سایزم نیست بچه ها، من توی دو ماه گذشته 6 کیلو سایز کم کردم، وزن کم کردم، بعد همین جوری هی شلوارم داره برام چیز میشه. یعنی الان مثلا این جدیدترین شلوارمه، اینم مثلا الان باز ببین مثلا این تازه خریدم، اینم باز یکم برام گشاد شده و فکر کنم این پروسه همچنان ادامه داشته باشه چون یه ذره دیگه میخوام بیام. بعد وحشتناکترین قسمت از همون روز اول بهتون گفتم برای من اینجاست، چون فکر کنم خیلی وقت تختیش نکردم. ببین ما این بالا پیرنا رو داریم، خب بعد پایین تا پای مهمونی رو داریم. کاری که من میکنم اینه که اول سعی میکنم تخلیهش کنم که توش رو با هم تمیز کنیم، بعد ببینم دونه دونه چیا رو نگه میدارم و چیا رو میدم میره. هرچی بودم فکر کنم خب کجا بذارمشون، فکر کنم من بریزم همه رو زمین. بعد الان دیدم که اصلا یه سری پیرنا پایینه، یه سری تاپ ها بالا، قاطی هم شده. یعنی برو بریم. بعضیش مثلا 3 تا پیرن بینه الان. پیرن عروسی رها بودا. خیلی داره ترسناک میشه این پایین، ارتفاع گرفته. چقدر دنبال این گشتم همین چند روز پیش. اینو کوروشم وقتی که رفته بود یه بار مسافرت، ما ایران بودیم، اینو ویدیو کال انتخاب کردم از منگو برام آورده. یه سری چیزا مثلا انقدر قدیمی هستن ولی اصلا دارم نمیاد بندازم بره. یکی از رنگای مورد علاقم که همیشه هیجان زدم میکنه این آبیه. آخ این بیچاره ها همه نوعن ولی متاسفانه همشون هم اوپالیه. شاید اینا رو مجبورشم بذارم برای فروش، برای اینکه نگاه کنم این مارکش بشه. سایزش به من خیلی بزرگه. کاش دیروز تو باشگاه بالا تنه نمیزدم، دستم داره میوفته. خب این شد طبقه اول، هنوز اینجا مونده. اینو ولی میذارم اول یه طبقه رو درست کنم، بعد دارم اینجا برم یه دستمال بیارم، دستمال بکشیم. خدا دستم خیلی درد گرفته. ولی اینم چون لبه کمود انگار یه سیکه بره بسته اصلا پایینش. خدایا کسورو. بچه ها بگم خیلی تو جیغ جیغویی؟ آره بگیم خیلی جیغ میزنید؟ این پیرنه را فکر کنم رسماً 10 ساله دارم. خیلی هم خوب نگهش داشتم، خیلی دوستش دارم. مارکشم زارا فکرم چه خاصی نیست. احساس میکنم قدیما جنس لباسا بهتر بود، جدیدا خیلی این حس رو دارم. شما اینجوری حس میکنید؟ خب این من پیرنای کوتاه رو میچینم.
بتونم ببر چقدر جامعه میگیره. شاید کلن تاپا رو ببرم اون کمد اون بر. به نظرم اینطوری منطقی تر میاد. خلوت تر میشه. اینم خیلی قدیمیه. پیرن مشکی منگوه. اینم سال اولی که اومده بودم ترکیه خریدم. برای تابستون میگولی بود. اینم چقدر نگه دارم. این از مورد علاقه هامه. من میگم رنگ بندیشم رایت کنم. راحت شم. این یه دونه روی هم داره که باید از این لالوها در بیاد. اونم متاسفانه توی رده لباس هایی که سایزم نیست دیگه. چند روز پیش داشتم فکر کردم که آخ چون الان بهار میشه این پیرن صورتیه رو میپوشم. خب آره من متاسفانه باید از این هم دل بکنم چون اینا سایزشون 38-40 من الان 36-34 نمیدونم اینا رو چیکار کنم. شاید بذارم تو اپ دولاب. این اوپالیا همه سایزاش اشتباه اومده. اوه چی داره دوربین میفته. اینم بابادم بره پیشی دوربین نندازی. این لباس لوکازو خیلی دوست دارم ولی نمیدونم سایزم بگم فکر نکنم نمیتونم خیلی نوزش. این گیره یا ندارم من میدونی لاغر شدن از یه طرف خیلی خوبه از یه طرف هم خیلی بده. همه یه اینا رو باید بدم بره. آخ جون اینم یکی از چیزای گوگولی یکی خیلی دوستش دارم. اینم الان این بهار رو پوشم شد. پوف پوفیه پیرانه تولد 34 زمیدتونه. آره بابا هرچی سایزم نیست تو باید بدم بره. هی الکی نگه داشتم دلم نمیاد برم بدم بره. بعد سایزم هم نیست یکی دیگه استفاده میکنه دیگه. وای پیشی واقعا اذیت میکنم. اینو یادتونه هم کاپادوکیا پوشیدمش هم اصفهان. اینم الان سایزم نیست. اینا تاپه این رویه این بچه هست پیدا شد. اینا یک این چند تا پیرانه مورد علاقه بهارمه. من راحته فقط این مثلا یه بدی داره از ایناست که پایینش پفیه. بعد تو استانبول حتی تو تابستون باد میاد برای همین حتما باید زیرش یه شلوارک بپوشی وگرنه که اتفاقات بدی میفته. خیلی خوشحالم که دارم اینجوری اینا رو میبینم. آخرش که مثلا باز چید پیرانه بلندم بکنم بذارم پایین بهتره. شو الان که دارم اقعا خلوت میکنم قشنگ میتونم اینا رو ببرم اون بر. اصلا خیلی عالی میشه. بچه من داشتم فکر میکردم که احتمالا خونه تکونی تا عید تموم نمیشه و هیچ اشکالی نداره من همچنان تو نوروز خونه تکونی میکنم و ادامه میدم. راستی سه خنده‌دار بگم چند روز پیش یه برنده هست که باش کار میکنم مال انگلیس کاپ مایا. خب بعد برام کفش فرستاده بود بعد فرستادم که اشکم اینه دوتاش مال پای راسته برام فرستادی. بعد کلی معذرت خواهی کرده بود و اینه حالا نمیدونم اینه چیکار کنم دوتا پای راسته گفت برام میفرستم دوباره. ولی آره آره اینا هم اینجاست و اتفاق عجیبی بود. این اندازمه نمیدونم نگهش دارم یا نه. لباسی که هیچ وقت پوشیده نشد و از چیزم خریدمش از لیمیتد کالکشن H&M بود. اینها دلم یه جوریه دارم این همه میدم میره ولی باید بدم بره. آه! آه!
خب اینم که خیلی دوستش دارم. گوگولی منه. من فکر کنم دلیل اینکه نمیومدم چند سال سراغ این همین بود، چون من کلی لباس این تو دارم که خیلی دوستشون دارم و مارکاشون بهشه، ولی متاسفانه سایزم نیست و باید میدادم بره دلم نمیومده. این همه مثلا قشن رسما به 38-40 میخوره. مراحتم دیگه یکم این هم رسم کنم دیگه از سن و سالم گذشته و بدم برم. نفذم همه رو دادم رفت، همه رو شکم بری. کمودم خالی شد. ندادندندندند این سایزم. این که اصلا پشتش ترکیده، نخکشو ببین. قیافه ناامیدم فقط اگر چند دقیقه یه با. ببین من اینو خیلی دوستش دارم خب و راستش نگهش میدارم، چون که اینو الان مثلا تصور کن لب ساحلم خواهی قدمی بزنی، لباس سبک و خیلی خوبیه. من یکم ترکیده. من عاشق لباسایی هم که انقدر راحت باشه. ما دو دسته دختر داریم، دخترهایی که تو لباس دوست دارن خیلی خوشایند باشن، دخترهایی که تو لباس دوست دارن خیلی راحت باشن. من تو دسته معمولا دوم قرار میگیرم. اینو میذاریم این بر. نمیدونم اینم اصل منه، اینو خیلی دوست دارم. خب بس هم فقط لباس ندارم دیگه، اینجوری معلومه. اینم خیلی دوستش داشتم. اینو نگه میدارم راستشو بخوای. سایزم نیست. چرا این سایزمه؟ من دیگه نمیخوامش. XS واقعا کمودم عجیبه. از XS توش هست تا لارج. دیگه تو فکر کنم من چرا هی تغییر سایز دادم. وای اعصابم خورد شد. ولی دلیل پنیکم اینه که الان تقریبا این همه رفت اینجا. نگاه کن خیلیه ها. این هم بقیهش دیگه بلنداست و تاپا. از اون کموند از اون کموند موند این. یه دور زدم تو اونا ببینم مطمئنم که واقعا اونا رو نمیخوام. از بینش دوباره این پیرنه رو برداشتم، گفتم میدم تنگش میکنم. این خیلی گوگولیه، بعد به استایل و حال و هوای الان هم خیلی میاد. یه راستشو بخوان یه نیم ساعتی الان نشسته بودم این رو برو داشتم اینجور کمادر نگاه میکردم، باورم نمیشد که این حجم از لباس رو دارم میدم بره. اینجا یه اپلیکیشن هست اسمش دولاپه. دولاپ یعنی کمد. بعد تو میتونی لباسایی که نمیخوای و بذاری برای فروش. این قندمه ها خیلی گوگولیه. الان داره فصلش میشه. این دکولته هست. دامن بلند. پیرن کوتاه گوگولو. اکثر لباس های کلد هم میبینم اینجا همه برندی رانی هست. این یه روی و مشکل ما با عنوان پیرن میپذیریمش. کجاش دوشا پایینش؟ گربه های من رو ببین با این نازنین چی کار کردن اینجا رو. بزنی ببینم میتونم کوتاهش کنم چون اینه خیلی هم دوستش دارم. رومایی خیلی باحالیه. اونطوری هم میتونی ببندیش، میتونی رو شلوارم بپوشیش. نه اینو خیلی دوستش دارم.
این پیرنه رو توی ایونت جیمی چو تو دبی پوشیدم. فقط نمیدونم چرا اینقدر به چخ رفت. البته جای دست گربه ها رو دارم میبینم. الان هم داری همون کار با یه لباس دیگه میکنی؟ نینی نکن تو رو خدا نکن. اینم باید بره اینجا ببینم اصلا میشه کاریش کرد، چون پایینش خیلی خرابه. جای چنگا رو نگاه کن. اونایی که گربه دلشون میخواد اینجا رو ببینن و همیشه خیلی همه چی کیوت و گوگولی نیست. الان دوتایشون بایستن این زیر من نگاه میکنم. انگار نه انگار که کار اینا بوده. این پیرن پلنگی رو هم باید بدم بره برای یه خوشگلی که سایزش 38 الان. بقیهش همه پیرن و آینم هست. بقیهش همه پیرن بلند و تاپه. ببینم میتونم پیرن بلند دارم بکنم همینجا. یه دوباره خیلی تو هم میشه. کمک! چیکار کنم؟ اینا اونایی که نمیخوام. اینا پیرن بلنده و تاپ هاست. اینا رویا و تاپ هاست. اونجا الان پیرن هایی که در الان چیدم. بعد اگر بچپونم تو هم خیلی پر میشه. خب بیم بریم بهتون نشون بدم چرا دارم من فکر میکنم. وقتی وارد این یکی اتاق بشین، حالا میایم سراغش، ولی اینجا یه سری شلوار دارم. انقدر اوضاع خرابه این بر. اینجا کتامه، اینجا هم شومیزا و بولیزامه. خب من تو فکرم بود که این ردیفو خالی کنم، شلوارا همه بره اون بر، شومیزام بره قاطی بالا تنها باشه. چیکار کنم کتا رو؟ کتا رو که خب برحال یه سرش رو میخوام بدم بره. اینا هم یه سرش میره، اینا با هم میکس شه این دوتا ردیف. شلوارام که میره اون ور، بالا تنه ها بیاد اینجا پایین، رویا و کتا. بعد این قسمت هم کابشن و اینا داریم، کلاه داریم، این قسمت پالتو داریم. اینجا رو خالی کردم برای اون یکی کلاهای اون و کلاها کلن بشه این دوتا جا. بعد این پایینم، این کیفا جا مونده اینم. این پایینم یه سری دیگه کلاه داریم، کلاهای این شکلیه. اینجا که شال داریم. حالا چیکار کنیم؟ آهان، این قسمت هم که گفتم یه سری شلوار داریم، اینجا هم یه سری شلوار داریم. خیلی اوضاع خرابه، گفتم بهتون که وقتی من گیج میزنم دلیلش اینه. فعلا خودمون درگیر شلوار نکنیم. اصلا به این نتیجه رسیدم من اونقدر پیرن بلند ندارم که بخواد برم پایین. کلا شاید تعدادش به 10 تا نرسه، 10-12 تاست. پس همونها رو میبرم بالا، اون ته میچینم. پایین میشه رویا و لباسای مهمونی و تاپا و بولیزا و اینا. بعد حالا بعد دارم میدم اون برش کار میکنم. فعلا فقط این دوتا رو درست کنم و شلوارای پشتش. اگه حوصلتون سر نره کلاها رو میتونم ببرم اون بر. کلاها رو یه دفعه تموم کنیم. البته نه، چون دوتا کشوی دیگه هم کلاه اون بر داریم. کلاه خودش مخمسه ایه. کلاها بذار تو یه ویدیو دیگه جمع میکنم. خب بچه ها، بلیت سینما دارم، داره دیرم میشه. اینم فکر کنم با بدن برم. یونایی خیلی نازه. چیکار کنم؟ بگذر زلن ای آشنا، چون من دیدم از تو گذشتم. دیری 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 همه چی هم میدیوم خریدی. خوب فکر نکردی چند باری که لاغر میشی. ببین من فکر کنم در این حال که دارم اونجا درست میکنم برم تو کار پایین.
سرعت هم بیشتر شه. روزی که به سرم زد این ایده رو بگیرم هرگز فکر نمی کردم انقدر از این ایده خوشتون بیاد که تو اینستاگرام هم برام بنویسید. خونه تکونی کو؟ خونه تکونی چی شد؟ خیلی برام بامزه بود. چقدر چند روز پیش داشتم دنبال این میگشتم، خواستم تو باشگاه بپوشمش. مثلا ما بره تو لباس ورزشی ها. یکی از لباس های خیلی کاربردی مورد علاقه ما ها. مورد علاقه ما ها بدیم. این هم مثلا ایمه؟ این بدبخت چرا این شکلیه؟ بذار اوتو کنم اون بر بره. اینم از تاپ های مورد علاقه هلیه، خیلی دوستش دارم. اینو تیگز از شو اینو هولدم های جایده بیانسه که ترند شده کابوی تو. اینو برای یکی از کنسرت ها خریده بودم، بعد اشتباه خریدم. من این وری پوشیدمش اینطوری، ولی اصلش اینطوری بود. این با حاله یا نگه میدم. بعضیشون خیلی بی سر صدا میان میرن تو جاشون. نه مثل که تو تاپ ها اونقدر خروجی ندارم. وی در حالی که زیپش را میبندد به دادن او فکر میکنم. اینجاش توی شومیزا همجاش توی شومیزاست حقیقتا. اینم جاش توی تاپ های تا شدنی اون بره. اینجاش توی شومیزاست. اینم جاش توی تا کردنی هست. این یه دامنه که اصلا با حتما از لای دوربین من ردشی. اینم این بغلیه جاش در بغل. شما یک بولیز بسیار ارزنده و شیک هستید از یکی از برند های مورد علاقه هلیه به اسم نو، برند ترکیه نو. پیران الکساندر ونگ رو داریم که میاد این ونگ رو بالا. یعنی به شدت خسته است و فقط به سانس سینما فکر میکنه که بره فیلم پور ثینگز که اما استون برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار شد چند شب پیش. فقط و فقط فکرش اذیت نکن میدن بری یا بیا بیرون، بیا بیرون تو اذیت کنی، بیا بیرون. اینم جاش اصلا تو کتاست. ایشون هم جاش تو کتاست. یک جلیقه هم باهاشه. سعی میکنه هرچه بیشتر لباس رو انتقاد بده به بقیه قسمت ها. این اصلا زودتر تموم میشه و از شر این کار راحت میشه. اون به شدت پشیمونه که امروز خودش رو وقف این کار کرده. این لباس بسیار سنگینه. This thing takes us and I'm hold on. باورم نمیشه من خلبات شده اینجا. اینم یه تاپیه که خیلی دوستش داشتم ولی فکر کنم وقتشه که باش خدافظی کنم. مثل این که زمیر ناخودآگاه هم نمیخواست خدافظی کنه. شکر کردم شو توی اوکی جوری که مغزم آمادگی خدافظی باشو نداشت. این بیچاره که روز اولی که خریدمش برام بزرگ بود مارکشم بشه. اینو خیلی دوست دارم. پیرنه قند نبات تازه عکاسی شده. ببین این پیرنم سایز 40 حتی شاید بیشتر. نه اسه؟ پس چرا همیشه این برای من گنده بود؟ برای اس خیلی بزرگی نیستی؟ خب پس بمون اگه به
دل اینجا خالیه. دیدین دیدین یک شب جنجالی. من که میخواستم پیرن بلنده رو جدا کنم کلن ده تا که هیچی چهار پنج تا نشد. بله تموم شدی. خیلی جدی فکر کنم این ویدیو خیلی طولانی شد، حتی به شلوارام نرسه. شلوارام برسه دیگه بعد. اینم یه پیرنه که گوشادمه. وای خدای به اون قسمت سنو میخوام نگاه کنم. خب بچه ها این کموده من شد. این من فکر کنم که خیلی از این موقعیت الان راضی هم و لباس هایی که خیلی این بر وحشتناکه. اینا شد لباس هایی که باید بدم بره. اینا لباس هایی که متعلق به اون بره. اینا چوب لباسی ها. در نهایت هم این شد نتیجه آخر.